به نام خدا. جلسه 26 هست و ادامه بحث پردازنده میپس و خط لوله، پیاده سازی به صورت خط لوله. جلسه گذشته راجع به این صحبت کرده بودیم که پردازنده میپس، برای هر پردازنده از قبل گفته بودیم وقتی می‌خوایم طراحی بکنیم ما با اینستراکشن ست شروع می‌کنیم. اینستراکشن ست آرکیتکچر اون پردازنده رو مطالعه می‌کنیم، بر اساس اون شروع می‌کنیم به طراحی پردازنده. آیزای این کامپیوتر، این پردازنده رو دیده بودیم که سه تا فرمت داره. فرمتی که بهش می‌گفتیم آر فرمت، یعنی برای دستورهای مربوط به کار با رجیسترها بود که 6 بیت آپ کد داشت. بعد سه تا قسمت 5 بیتی هر کدوم برای سه تا رجیستری که میخواد باش کار بکنه، دو تا سورس بود یه دونه دستینیشن، دو تا قسمت دیگه هم داشت که توی یکیشون عملیات رو مشخص می‌کرد، یکی هم برای کار شیفت بود. یه فرمت دیگه داشتیم به اسم آی فرمت که خیلی شبیه همین بود از دید تعداد بیت و از دید قسمت آپ کد. تعداد بیت تو تمام این دستورهای این پردازنده 32 بیت بود، یعنی 4 تا بایت. بعدش دو تا رجیستر داشت و 16 بیت باقی مانده یا به عنوان یه دونه ایمیدیت، یعنی یه عدد ثابت بود، و یا بخشی بود که آدرس رو مشخص میکرد برای دستورهایی که مثل برنچ بودن و آدرس احتیاج داشتن. و در نهایت فرمت جی بود که فرمت جی هم باز 32 بیت بود و 6 بیت آپ کد داشت مجدداً مشابه قبلی ها و 26 بیت باقی مانده به عنوان بخشی از آدرس دوباره استفاده میشد. بقیه آدرس هم که از پی سی گرفته میشد. جی برای عملیات جامپ بود، ایمیدیت برای جایی که عدد ثابت میخواییم داشته باشیم یا بعضی از برنچ ها، و آر هم که برای عملیات رجیستری استفاده میشد. بعد من گفتیم خیلی خوب، روشی که پیشنهاد شده واسه اینکه یه همچین چیزی رو پیاده سازی بکنیم، روشی که کتاب دنبال میکنه این است که بیاد دیتا پت رو بسازه، بعد از روی اون سعی بکنه بگه که کنترل یونیتمون چه کارهایی باید انجام بده. برای اینکه این کارو انجام بده مطالعه کردیم، گام به گام رفتیم جلو. اولی دیتا پت ساده ساختیم که بتونه عملیات رجیستری رو فقط انجام بده، بعد تکمیلش کردیم که عملیات آی فرمت رو هم در واقع لود و استور و برانچ ایکوال رو انجام بده، بعدش دوباره تکمیلش کردیم که حالت دستورات جی رو هم انجام بده. که اگه بخوایم خیلی ساده جمع بندیش کنیم میشد شکل رو به این شکل در آورد در نهایت دیتا پتمون رو، که یه پروگرام کانتر داریم. این پروگرام کانتر آدرسی رو فراهم میکنه برای بخشی که اینستراکشن مموریمون بود. اینستراکشن مموری طبیعتاً اینستراکشن رو به ما میداد. توی این اینستراکشن یکی از این سه تا فرمت بود دیگه. حالا دو تا بخش در واقع بعد انجام میشد. یکی دسترسی به رجیستر فایل بود که مجموعه رجیسترامون اونجا قرار گرفته بودن، و همینطور این اینستراکشن برای واحد کنترل هم استفاده میشد. این در واقع اینجا بخشی از کنترل یونیت قرار میگرفت که اینستراکشنی که خوندیم رو دیکود میکرد و بر اساس اون سیگنال کنترلی تولید میکرد برای کنترل تمام دیتا پت ما. خب بعد از رجیستر فایل در واقع ما دو تا خروجی میتونستیم داشته باشیم که این دو تا خروجی قرار بودن که به الیومون وصل بشه، چون قراره که محاسبات رو اینجا انجام بدیم. و بعد از این هم این ALU خروجیش میتونست فقط محاسبات باشه، نتیجه باشه که قراره توی یکی از رجیسترها نوشته بشه، یا اینکه آدرس رو تولید بکنه برای بخش بعدیمون که دیتا مموری باشه. دیتا مموری اینجا قرار میگرفت. در صورتی که می‌خواستیم استور انجام بدیم، خب نتیجه رو اینجا می‌نوشتیم. اگر می‌خواستیم لود انجام بدیم، نتیجه رو از اینجا می‌خوندیم. در نهایت اگر که می‌خواستیم چیزی توی
رجیستر فایل بنویسیم، یه گام دیگه داشتیم که میمد نتیجه‌ای که از اینجا آمده بود، یا البته میتونست نتیجه از ALU هم بیاد، یکی از این دوتا رو سلکت میکرد و برمیگردون توی رجیستر فایل اون مینوشت. پس این یکی برای رایت رجیستر، رجیستری که میخوایم شده در واقع دیتایی که میخوایم توی رجیسترمون رایت بکنیم. این شکل کلی دیتا پتمون بود. اون تا اینجا هنوز یه چیزی ناقص بود، پروگرام کانتر بعد آپدیت هم میشه. ترجمه میکنید که تو اینجاها عملا ما هیچ رجیستری نگذاشتیم، یعنی در واقع سعی شده اینطوری نشون داده بشه که همه چیز در طی یک کلاک انجام میشه. به همین دلیل بهش میگیم سینگل سایکل دیتا پت دیگه، در یک کلاک همه کار رو انجام میده. حالا از این ور ولی بالاخره سر یک کلاکی و پروگرام کانترمون حداقل آپدیت بشه دیگه، پس احتیاج به یک واحد دیگری داریم که این واحد دیگر قرار است که next pc رو برامون تولید بکنه، بهش میگیم next pc logic. خیلی خب، این next pc logic پس قرار بود که بیاد مقدار جدید پروگرام کانتر رو برامون فراهم بکنه. حالا این مقدار جدید پروگرام کانتر از کجا فراهم میشد؟ یا میتونست پروگرام کانتر فعلی با 4 جمع بشه پس باید از اینجا میامد، یا لازم بود قسمتش ممکن بود از خروجی اینستراکشن مموری بیاد، یعنی توی اینستراکشن مون باشه. اگه از فرمت آی استفاده کرده بودیم و دستوری مثل بی ای کیو داشتیم، برانچ ایکوال، بخشی از این استفاده میشد و میومد نکست پی سی رو برامون تولید بکنه. بعضی جاها هم حتی تو دستور جی فرمت هم به همین ترتیب بود، جی فرمت هم در واقع باید میومد این قسمت آدرس رو بر می داشت که اونم میتونه از همه خروجی اینستراکشن مموری باشه. یک جا یه حالت خاص هم باقی مون تو دستور بی ای کیو، اگر یکی از دستورمون بی ای کیو بود بعد برابری اون دو تا رجیستر رو هم چک می‌کردیم. برابری دو تا رجیستر میمد تو ال یو چک می‌شد و یک خروجی زیرو بهمون میداد. اون خروجی زیرو کنترل به ما کمک می‌کرد تو قسمت نکست پی سی لاجیک استفاده می‌شد برای اینکه ببینیم که آیا باید نکست پی سی رو از اینستراکشنمون بگیریم یا اینکه نه فقط با جمع کردن پی سی با 4 به دست بیاریم. پس این شکل کلی بود که برای دیتا پتمون به دست آوردیم. در واقع اگه اینو بخوایم یه مقداری اسم گذاری روش انجام بدیم، حالا خواهیم دید جلوتر هم بحث پایپلاین رو داریم، میشه گفت که میشه چند قسمت کرد کل این مسیر رو. این دیتا پتمون میشه قسمت اولش رو، این قسمتی که قراره پی سی بیاد اینستراکشن مموری داده بشه، اینستراکشن اون خوانده بشه، بهش بگیم اینستراکشن فچ. قسمت بعدی که قرار است که عملیات دیکود انجام بشه، این کنترل یونیت قراره دیگه، من خروجی کنترل یونیت رو نکشیدم، کنترل یونیت قراره دیکودینگ انجام بده و از رجیستر فایل قراره بخونیم. اسم این رو میگذاریم instruction decode id. در واقع اینو بعد یه مقدار اینطوری ببریم بالا. حالا این که کجای این next pc logic دقیقاً میخوره خیلی برامون فعلا مهم نیست. بعد این قسمتی که قراره محاسبات رو انجام بده میشه execute. قسمت بعدی که قرار است که به دیتا مموری دسترسی پیدا بکنیم اسمش رو میذاریم مموری. و در نهایت قسمت آخر که قرار است نتیجه رو بنویسه، در واقع انگار که این رجیستر فایل اینجا هم تکرار شده دیگه، میخوایم توش بنویسیم، این رو هم اسمش رو میذاریم write back. به عبارتی این مجموعه عملیاتمون به 5 قسمت تقسیم میشه: fetch, decode, execute, memory و write back. خیلی خب، اینا صحبت‌هایی بود که جلسه گذشته داشتیم. بعد رسیدیم به بحث پایپلاین. گفتیم که خیلی خب، دستوراتی که اینجا داریم بسته به اینکه چه دستوری داریم از نظر مدت زمان اجرا با هم دیگه متفاوته. در نتیجه اگر بخوایم یک کلاک داشته باشیم، یعنی سینگل کلاک سایکل اکزیکیوشن داشته باشیم مثل اون چیزی که اینجا کشیدیم، ناچاریم کسی که طولانی ترین زمان رو اشغال میکنه ملاک قرار بدیم. بعد نگاه کنیم ببینیم کدوم یکی از دستورها هستن که بیشترین زمان رو میگیرن. باز تو مثالی که امروز خواهیم دید با عدد و رقم اینو نگاه میکنیم، ولی همینطوری خودمون هم بخوایم نگاه کنیم، دستور لود دستوری است که بیشتر از همه زمان میگیره. چرا؟ چون حتما باید فچ بشه، حتما احتیاج به دیکود داره، یعنی قسمت رجیستر رو هم
بعد بخونه، آدرس رو احتیاج داریم. ALU اون بعد محاسبات انجام بده که آدرس رو تولید بکنه، چون لود هست از مموری باید بخونیم و بعد از اون دوباره توی رجیستر هم باید بنویسیم. پس همه طبقات اینجا درگیر میشن، پس این خیلی طولانیه. پس این تعیین کننده طول کلاکمون خواهد بود و در نتیجه همه دستورها که میتونن سریعتر از این هم اجرا بشن ناچارن با همین سرعت کار بکنن. بعد گفتیم که خیلی خوب، یه راه حل این است که این رو بشکنیم به اجزای کوچکتر. بحث پایپلاینه که امروز با جزئیات واردش میشیم. جلسه گذشتم یه مقدار گفتم راجع به این که پایپلاین اصولا کجا به درد میخوره. شما هر کاری که داشته باشین، هر عملیات ترتیبی سیکوئنشالی که داشته باشین، میتونین بشکنیدش به اجزای کوچکتری. در واقع اگر من یه تعداد کار داشته باشم، یه تعداد گام لازم داشته باشم برای اینکه یه کاری انجام بشود، میتونم اینها رو به صورت یه همچین باکس هایی نمایش بدم دیگه. گام اول باید انجام بشه، گام دوم، گام سوم، گام چهارم، حالا هر کاری میخواد باشه. مثالی که کتاب اشاره میکنه یه کار لباس، شستن لباس هست. ما هر چیز دیگه هم میتونید در نظر بگیرید. خط تولید توی یه کارخونه به همین ترتیبه. همینطور اجرای دستورات، همونطور که اینجا دیدیم، یک سری کاره که قرار است پشت سر هم انجام بشه. حالا فعلا از اینکه این کاری که داریم انجام میدیم چی هست بگذاریم، به هر حال یه تعداد گام هست که قرار پشت سر هم انجام بشه. میخوایم ببینیم ما با این روش، یعنی با استفاده از پایپلاینینگ، چقدر میتونیم سرعت رو افزایش بدیم. کاری که میخوایم انجام بدیم این است که بیایم بگیم به جایی که کل این عملیات از این زمان تا این زمان طول بکشه و ما بیایم کار اول را به این شکل انجام بدیم که بگیم گام یک، گام دو، گام سه، گام چهار، این تمام بشود، بعد بریم سراغ کار دوم. کار دوم تازه بعد از این شروع بشه، میخوایم یه ترفندی بزنیم، میخوایم بگیم که خیلی خب، گام کار اول بیاد گام یکش رو شروع بکنه. وقتی که کار اول میخواد بره سراغ گام دومش، کار دوم رو، گام اولش رو شروع بکنیم. پس کار اول میره به گام دوم، کار دوم گام اولش. به همین ترتیب تو کلاک بعدی یا تو گام بعدی، اولیه به واحد سومش میرسه، دومیه به واحد دومش میرسه و در همین زمان میتونیم کار سوم رو هم شروع کنیم. دوباره در زمان بعد، یعنی دارم اینجا گام‌های زمانی رو نشون میدم، کار اول به واحد چهارمش میرسه، کار دوم به واحد سومش، کار سوم به واحد دومش و کار چهارمی رو هم میتونم اینجا شروع بکنم. دوباره در گام بعدی، خب کار اول همینجا تمام شده دیگه، بحثی نداره. کار دوم میرسه به گام چهارمش، کار سوم به گام سوم، چهارمی به گام دوم و باز هم میتونم یه دونه جدید شروع کنم. به همین ترتیب میتونم ادامه بدم دیگه. حالا کار دوم هم تمام شده، کار سوم میره به گام بعدیش. خب بالایی رو دیگه 4 تا نکشیدم، 4 5 تا نکشیدم، ولی بالایی مشخصه دیگه. برای اینکه کار بعدی شروع بشه، کار قبلی باید تمام بشه. یعنی اینجا 4 تا زمان حتما باید صرف بشه تا کار بعدی بیاد. پس اگر n تا کار داشته باشیم چقدر طول میکشه؟ 4n. هر کدوم از کارا 4 واحد زمانی، واحد زمانیمون رو اینجا فرض بکنید به همین ترتیب، یعنی یکی از اینها 4 واحد زمانی برای هر کار، پس n تا کار میشه 4n. اما برای پایینیه چقدر طول میکشه؟ یعنی بذارید این بالا اینطوری بنویسم، مدت زمان اجرا، اینو به صورت میگیم غیر خط لوله ای دیگه، یعنی کار اول تمام بشه بعد کار دوم، نان پایپلاین، مساوی هست با اگر n تا کار داشته باشیم، n تا کار، کا تا طبق. یعنی فرض کنید 4 تا طبق گذاشتم، یعنی کا مساوی با 4 هست توی این مثال. اگر کا تا طبقه داشته باشیم و انتا کار، میشه چقدر مدت زمان اجرا؟
کام یا ام ضرب در کا، ضرب در یه عددم اینجا میگذارم که مدت زمان هر طبقه رو نشون بده، تی سایکل اسمش رو میگذارم، چه ان ضرب در کا ضرب در تی سایکل. قبوله؟ مشکلی نیست. حالا بیایم برای حالت پایپلاین حساب کنیم. این چقدره؟ باز این تا کار دارم، هر کدومشون کا طبقه رو قراره طی بکنن، منتها چون به صورت پایپلاینه در هر کلاک یک کار رو شروع میکنم. فرض میکنم فعلا توقف تو پایپلاینم ندارم، حالا خواهیم دید که یه مشکل میتونه توقف باشه، ولی فعلا پایپلاینم شروع میکنه دیگه، سر هر کلاک یک کار جدید شروع میکنه. اینه به اضافه کار منهای یک چرا؟ این تا طول چرا این تا؟ این همه چه مدت طول میکشه که ما پایپلاینمون کامل پر بشه؟ بذار اینطوری اینجوری نگاه کنیم. اینجا الان ما خط لولمون در هر کلاک اگر نگاه بکنیم چه اتفاقی افتاده؟ توی زمان اول فقط یک کار توی خط لولمون داریم، در زمان دوم دو تا کار، زمان سوم سه تا، زمان چهارم چهار تا. خب و بعد از این دیگه این چهار تا باقی میمونه، کار بعدی را اگه ادامه میدادم همینطور چهار تا شده، یعنی در واقع خط لولم پر باقی میمون تا انتها. و هر زمانی که خط لولم پر هست، یعنی از اینجا میبینیم که یک کار به پایان میرسه، در هر کلاک یک کار به پایان میرسه و کار بعدی وارد خط لوله میشه. به عبارت دیگه اولین کارم چقدر طول میکشه؟ 1, 2, 3, 4 تا کلاک طول میکشه، یعنی کا تا کلاک طول میکشه. زایی بنویسم کا تا کلاک برای اولین کار ضرب داره. خب زمان کلاک چقدر بوده؟ تی سایکل. منتها این فقط برای کار اوله. این تا کار داشتم دیگه، این منهای یکی کار بعدی هر کدومشون عملا یک کلاک فقط طول میکشن. چرا؟ چون اینجا نگاه کنید این اولیه 4 تا کلاک طول کشید، حالا اگه کابود میشد کا تا کلاک، کا تا کلاک طول کشید، ولی از این به بعد دیگه همیشه سر هر کلاک یه دونه واحد 4 دارم، 4 همینطور ادامه پیدا خواهد کرد. پس این منهای یکی کار بعدی در یک کلاک انجام خواهند شد. ضرب در تی اس. قبوله؟ مشکلی نیست. و ممکنه با استدلال دیگه هم به همین نتیجه بشه رسید، شاید اینطوری راحت تر باشه. کار اول باید به اندازه تعداد طبقات پایپلاین معطل بشه تا نتیجهش حاصل بشه، بعد از اون در هر کلاک به شرطی که بتونم پایپلاینمو پر نگه دارم میتونم یه دونه خروجی داشته باشم. خیلی خب، حالا از روی همین میخوام اسپید آپ رو به دست بیارم. اسپید آپ یا تسریع با اس نمایش داده میشه، مدت زمان اجرای غیر خط لوله ای تقسیم بر خط لوله ای هست، تی نان پایپ تقسیم بر تی پایپ. میام این بالا می نویسم بعدش. پس اسپید آپ هم می شود تی نان پایپ تقسیم بر تی پایپلاین نان پایپلاین. خب طبیعتاً روز عدد رو هم تقسیم میکنم دیگه. خب اونا رو اگه تقسیم بکنی دیگه ساده شدهش هم بنویسیم. تی سی میتونه از صورت و مخرج حذف بشه. در نتیجه که به دست پای ما برد چی میشه؟ بگید بنویسم. این ضرب داره کا تقسیم بره کا به علاوه این منهای یک. درسته؟ اینم بعد. خب این فرمول کلی پایپلاینه. تا اینجا هم هنوز ممکنه خیلی به درد اون نخوره، حالا خب خوبه اینو کا داره میشه جوری حساب کرد. اما بیاین یه چیز جالبتر رو توش حساب کنیم. حد این اسپید آپ وقتی که تعداد تسک های ما به سمت بی نهایت بره رو حساب بکنیم، یعنی تعداد زیادی تسک داشته باشیم که میخوایم اجرا کنیم، این میشه چقدر؟
چون n زیاده بالا میشه n کا، اینجا هم n چون عدد بزرگیه میشه n، سمت n میل میکنه، در نتیجه حدش میشه k. k چی بود؟ تعداد طبقات خط لوله. یعنی به این ترتیب میشه اثبات کرد که خط لوله کا طبقه در حالتی که ما تعداد به اندازه کافی تسخ داشته باشیم که خط لوله اونو پر نگه داریم، میتونه اسپیداپی به اندازه k ایجاد بکنه، یعنی میتونه سرعت ما رو کا برابر افزایش بده. اون چیزی که جلسه گذاشتم همینطوری به صورت شهودی بهش رسیده بودیم، راجبش بحث کردیم. خب این نتیجه جالبیه دیگه، در واقع داره به ما میگه که پایپلاین خیلی چیز به درد بخوریه. کار خیلی پیچیده انجام ندادیم. توجه میکنید که ما در خط لوله وقتی که پر هست به تعداد طبقاتش تسک یا کار داخلش داریم. یعنی الان شما در این زمان رو اگر نگاه بکنید، ما 1, 2, 3, 4 تا کار داریم، منتها کار اول این اون چیزی که تو طبقه چهارمه معروف به کار اوله، اون چیزی که طبقه سومه معروف به کار دومه، طبقه دومی کار سوم، طبقه اولی کار چهارم. یعنی 4 تا تسک اینجا داریم. اگه کا طبقه بود کا تا تسک اینجا داشتیم، ولی منابعمون کا برابر نشده، منابعمون همون قبلی هست، یعنی همون طبقات قبلی رو داریم، فقط این وسط یه چیزهایی بعد اضافه کنیم مثل رجیستر که بتونه این طبقات رو از هم جدا کنه. یعنی قرار بود محاسبات اینجا انجام بشه، نمیشد مستقیم اینا رو اینجا گذاشت، بعد یه سری رجیستر اینجا قرار میدادیم که بین این طبقات فاصله ایجاد بکنه، دیتا های اینا رو هم دیگه تأثیر نذارن، چون قراره که هر کدوم از اینا مربوط به یکی از کارها باشه دیگه. خیلی خب، تنها کاری که کردیم پس این است که این رجیسترها رو اضافه کردیم. وقتی کا طبقه هم داشته باشیم، کا تا تسک مختلف توی پایپلاینمون داریم، ولی منابعمون رو خیلی زیاد نکردیم، فقط رجیسترها اضافه شده. امتیاز بزرگی این، در واقع میگه که شما دارید سرعت در حالت خوب، در حالت ایدئال سرعت کا برابر به دست میارید، ولی هزینه زیادی پرداخت نمی‌کنید. خب، تا اینجا مشکلی نیست؟ سوال. الان اصلا راجع به پردازنده صحبت نمی کنم. راجع به پردازنده ما. ببین با این قاطی نکنید، یعنی الان اصلا بحث پردازنده نیست، یه سری کار هست که اینجا داریم انجام میدیم، قبوله. خیلی خوب، وقتی که نان پایپلاین هست، من در واقع بله کلاک، اگر میخواستم کلاک بگذارم، اگر میخواستم در واقع باید بگه که اینجا یه دونه رجیستر داره، اینجا هم یه دونه رجیستر داره، فاصله این دو تا رجیستر کلاک رو تعیین میکنه که 4 برابر به نسبت پایپلاین هست، قبول. ولی من اونطوری نیومدم حساب بکنم، که من مدت زمان این 4 تا طبقه رو حساب کردم، یعنی بازم همون میشه، فرق نمیکنه مدت زمان، یا به عبارت جوری که شما میخواید حساب بکنید، میخواید بگید که مثلا من کات این تا تسک دارم، هر تسکم 4 تا تی سی باید کلاک بخوره، یعنی طول کلاکش میشه 4 تا تی سی، درسته؟ بازم به همین نتیجه میرسیم. فرقی نمی کنه، هر روتش یکیه، یعنی شما بالاخره اینجا چون فقط به خاطر اون نیست، به خاطر این است که در واقع شما پایپلاین این وسط گذاشتین. یعنی ببینید، شما دو حالت میتونید فرکانس رو ببرید بالا. یه راه اینه که کل این مجموعه که دارید رو با روش بهتری پیاده سازی بکنید، یعنی لاجیک سریعتری اینجا بگذارید، در نتیجه فاصله زمانی بین این دوتا کلاک رو میتونید کاهش بدید. اینو من بهش میگم فرکانس بالا بردن. ولی وقتی که این رو میایم تیکه تیکه میکنیم، به چند طبقه تقسیم میکنیم، اینو بهش میگیم پایپلاین کردن، اگرچه هر دوتاشون معنیش این است که کلاک رو میتونیم افزایش بدیم. یعنی نه مثل گردو گردو داری، هر گردو گردو نیسته، یعنی هر دوتا اینا باعث میشود که کلاک رو ما افزایش بدیم، ولی دلیل این که پایپلاین کمک میکنه سرعت بره بالا فقط اون کلاک کمترش نیست، خود این که چند تا کار رو در آن واحد داریم روشون کار میکنیم هم دخیله. تسک ها رو جدا بکنیم، بله دیگه همین چیزی که تسک ها رو جدا کنیم، منظورتون چیه؟
یعنی هر دستور چند تا کلمه؟ بله آره اینم هست دیگه، به خاطر همین من الان میگم که من دارم رو پایپلاین صحبت میکنم. اون چیزی که شما میگید بله اینه که هم این فاصله رو، حالا فاصله از اول تا آخر ممکنه نباشه، بگید مثلا من این دو تیکه رو میخوام بکنم یه طبقه، این طبقه رو هم میتونم با سرعت بهتری اجرا بکنم، پس اینجا فرکانس بالاتری میتونم به دست بیارم، ولی برای اینکه تسکان با هم اجرا بشن همپوشانی ندارم. تسک اول که دو تا طبقه است، اول دو تا طبقهش باید تمام بشه، بعد تسک دوم دو تا طبقه شروع میشه، یعنی پایپلاین نباشه. چرا اونم میشه گفت، ولی بحث ما اون نیست، بحث ما اجرای پایپلاین، یعنی تو پایپلاین همپوشانی مهمه. چیزی که شما میگید بله، اگر تعداد طبقات رو کم بکنیم یا فاصله زمانی بین اینا رو کم بکنیم، در واقع این تعداد رو کم کردیم فقط. بله این همه شما فرض کردید که مثلا زمانی که دو طول میکشه با هم زمانی که یک طول میکشه اصلا نداره. نکته دلف دقیقا ایدئال نیست، دقیقا. یعنی یه فرض ساده شونده توی این فرمول گذاشتیم برای اینکه فقط بتونیم فرمول رو برسونیم به یه جایی که به اون نتیجه ایدئال برسیم، یعنی در واقع به اون بحث برسیم. بحثش مهمه، حالا نتیجهش خیلی مهم نیست، اصراری نیست که بگیم اون کا هست. بله اینجا یه نکته‌ای که باید توجه بکنید این است که ما اینجا فرض کردیم که همه طبقات تی سی تا سی تی سی سایکل طول می‌کشن، در حالی که اینطوری نیست لزومن دیگه. شما تو همین مثالی که اینجا هم داشتیم طبقات مختلف مدت زمان دیلیشون میتونن با هم دیگه متفاوت باشه، پس همه اینا لزومن تی سی نیست. در نتیجه تو حالت نان پایپلاین ان ضرب در کا ضرب در تی سی نیست، در واقع اگه دقیقش رو بخواید بگید باید بگیم ان ضرب در زیگمای تی آی ها که آی از یک تا کا، یعنی تعداد طبقاتمون بره، دقیقش اینه. بعد منتها خیلی فرق نمیکنه، در نهایت نتیجه بالاخره اون عددا قاعدتا دیلی اینها باید به هم دیگه بالاخره نزدیک باشه، یکیشون نمیتونه مثلا یک باشه یکیشون 100، یعنی 10 یکیش 20 هر واحدی که بگیری. در نهایت در حال توی لیمیت میشه گفت همچنان به کی میرسه. هنوز البته چیز دیگه ای هم هست که باز در نظر نگرفتیم، تو پایینه هم یه دیلی به خاطر همین رجیسترهایی که اینجا اضافه میکنیم باید اضافه بشه، یعنی کا ضرب در تی سی به علاوه اینها خود تی سی که اینجا داریم باید دیلی رجیستر هم توش در نظر بگیریم، ولی خب باز این جزئیات هیچ کدوم کمک خیلی خاصی نمیکنه. ولی بله نکته ای هست که باید بهش توجه بکنیم، بدونیم که این فرضهای ایدئال شونده رو گذاشتیم. خب مشکلی نیست، بسیار خوب. حرفی که می‌خواستیم بزنیم پس این است که پایپلاین به ما کمک می‌کنه با همپوشانی عملیات تعداد عملیاتی رو که می‌تونیم انجام بدیم در واحد زمان بالا ببریم، ضمن اینکه به دلیل شکستن کار به اجزای کوچکتر فرکانس بالاتری هم می‌تونیم داشته باشیم. در حالت ایدئال می‌تونیم به اسپیداپ کی برسیم، ولی این باید توجه بکنیم که گمراهمون نکنه. جلسه گذشته هم صحبت کردیم این معنیش این است که اگر تعداد طبقات رو زیاد بکنیم سرعت بالاتری به دست میاریم، ولی گمراه نشیم، همیشه نمیشه تعداد طبقات رو بی نهایت زیاد کرد، بالاخره یه محدودیتی وجود داره. به خصوص یه نکته مهم دیگه این است که تو همینجا فرمولی که توی پایپلاین رو حساب کردیم با فرض این بوده که پایپلاین همیشه پر بشه. توی جلسه امروز خواهیم دید که به خصوص توی اینستراکشن پایپلاین، یعنی جایی که یه پردازنده داریم میخوایم خط رولش بکنیم، این فرض لزوم اصلی نیست، بیشتر وقت اتفاقا این موضوع رخ نمیده، ناچاریم که پایپلاین رو متوقف بکنیم. همونطور که جلسه گذشته گفته بودم اگر عملیات محاسباتی فقط می‌خواستید انجام بدید خیلی وقتا ساده بود، یعنی اگر فرض کنید که این عملیاتی که قرار بود اینجا انجام بشه یه دونه ضرب باشه، در مجموع چند تا گام داشته باشه و شما قرار باشه تعداد زیادی ضرب و پشت سر هم انجام بدید، در اون حالت میتونید پایپلاینتون رو همیشه پر نگه دارید، در اون حالت میتونید به حد اسپید آپ نزدیک بشید، ولی تو اینستراکشن به ندرت این اتفاق میفته. خیلی خوب، مثالی که حالا کتاب مطرح کرده راجب شستن لباس فرق نمی‌کنه، هر کاری که گفتم ترتیبی باشه میشه پایپلاین روش اعمال کرد، اینو تو ذهن داشته باشین، هر کار ترتیبی قابل پایپلاین کردنه. این نکته یه، چون بعداً راجب قانون آمدال اگر جایی شنیده باشین یه قسمت مشکلمون توی قانون آمدال بخش‌های ترتیبی هست که میشه با این روش بهبودش داد.
خط لوله اینستراکشن اجرای اینستراکشناتو میپس رو همونطوری که تو شکل کشیدم اول جلسه میتونیم به 5 قسمت تقسیم بکنیم. 5 قسمتش رو توضیح دادم. دیگه بیشتر از این وقت نمیذارم روش. بیایم یه مثال داشته باشیم. ببینیم که میخوایم یه تعداد دستوراتی که داریم رو از لحاظ مدت زمان اجرا با هم دیگه مقایسه بکنیم. فرض بفرمایید که هر عملیات خواندن نوشتن رجیستر 100 پیکوثانیه طول بکشه، بقیه طبقات 200 تا. یعنی این رجیستر فایلمون 100 پیکوثانیه است، بقیه طبقات این قسمت اینجا و این و همشون 200 پیکوثانیه. حالا میخوایم نگاه کنیم دستور مختلفمون چه مدت طول خواهد کشید. دستور لود باید اینستراکشن که فچ بشه، بدیهی رجیسترها خوانده بشه برای محاسبه کردن آدرس، برای محاسبه خود آدرس از ALU باید استفاده شه، بعدش اون دستور لود هست به مموری دسترسی باید داشته باشیم، نتیجه رو هم باید ببریم تو رجیستر بنویسیم. پس تمام این عددها باید با هم جمع بشن. برای رجیسترها 100، برای بقیه 200، جمع که بزنیم 800 پیکوثانیه توتال تایم برای اجرای دستور لود هست. برای استور خب فچ که هست، رجیسترها برای تعیین آدرس، ALU برای محاسبه آدرس، مموری اکسس برای اینکه میخوایم عملیات استور انجام بدیم و بازم اگه جمع بزنیم 700. دستورهای R، دستورهایی که با رجیسترها فقط کار میکنن، فچ باید بشوند، رجیسترها خوانده بشه، محاسبات انجام بشه، با مموری کار نداره، نتیجه توی رجیستر نوشته بشه، جمع 600. برانچ ایکوال 200 برای فچ، فچ که برای گریزی ازش نیست، خوندن رجیستر برای اینکه میخوایم دو تا رجیستر با هم مقایسه بکنیم، مقایسه شون توی ALU انجام میشه و دیگه کاری نداریم، با مموری و رجیستر رایت کردن کاری نخواهیم داشت، بس فقط اینا با هم دیگه جمع میشه 500. و همونطوری گفتیم ماکسیمومش که 800 باشه تعیین کننده کلاک کل سیستم خواهد، در حالت سینگل سایکل هست. پس این سینگل سایکل دور تناوب کلاکی که میتونه تو اینجا کار بکنه 800 پیکوثانیه خواهد بود. پس میبینید که دستوری مثل BEQ که میتونه تو 500 پیکوثانیه اجرا بشه 300 پیکوثانیه جریمه میشه. حالا همین مجموع دستورات رو در واقع کاری که اینجا برای حالت کلی پایپلاین گفته بودیم، برای اینستراکشن ها اگه بخوایم نگاه بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، فرض بکنید 3 تا دستور داریم، هر 3 تاشون دستور لود هستن، قراره که از آدرس رجیستر 0 به علاوه 100 مقداری خوانده بشه، تو رجیستر شماره 1 نوشته بشه، بعد آدرس 200 توی رجیستر 2، آدرس 300 توی رجیستر 3. در حالت اول زمانی هست که پایپلاین نداشته باشیم. اگه پایپلاین نداشته باشیم عملیات پشت سر هم انجام میشه. 800 پیکوثانیه که تعیین کننده کلاکمون بود برای کلش استفاده میشه. فچ، رجیستر، ALU، دیتا اکسس، رجیستر. سرجم 800 تا، دستور بعدی هم 800 تا، به همین ترتیب. پس مدت زمانی که باید سب بکنیم و دستور بعدی رو ایشیو بکنیم، ایشیو کردن یعنی اجرا کردن یا در واقع شروع کردن به اجرا، 800 پیکوثانیه هست. در حالت که پایپلاین داشته باشیم خب دیگه طبقاتمون فقط ماکسیموم طول طبقه تعیین کننده فرکانس کلاک خواهد بود. ما طبقاتمون گفته بودیم اینا 200 تاست، رجیسترها 100 تاست، پس ماکسیمومش میشه 200 تا، پس فرکانس کلاکمون بر اساس 200 پیکوثانیه تعیین میشه. باز دستور اول اینستراکشن فچ، رجیستر اکسس، ALU، دیتا اکسس، رجیستر اکسس. متوجه توجه بکنید که فرکانس کلاک 200 تاست ولی رجیستر اکسس 100 تاست، پس در واقع 100 پیکوثانیه اینجا بلا استفاده است. همینطور تو قسمت رایت کردن. برای بعدی هم به همین ترتیب و به همین ترتیب برای بعدی. منتها اینجا ببینید که فاصله بین شروع دستور بعدی به نسبت قبل بسیار کاهش پیدا کرده، فقط به 200 پیکوثانیه رسیده. یه نکته دیگه فقط تجربه کنید، توی این شکل‌ها از این بعد هر جا می‌بینیم خواندن‌ها رو تو نیمه دوم کلاک انجام می‌دیم، نوشتن‌ها رو تو نیمه اول کلاک. به همین دلیل اینجا به این شکل نمایش داده شده، نیمه دوم کلاک خوانده میشه، نیمه اول کلاک نوشته میشه. خیلی خوب، اگه بخوایم باز توی
دیتا پتمون یه فرمول پیدا کنیم واسه اینکه ببینیم مدت زمان ایشو کردن، مدت زمان شروع به اجرای دستور بعدی چطوری محاسبه میشه، میشه اینطوری بگیم مدت زمان اجرا به صورت نان پایپلاین یعنی اون 800 پیکوثانیه تقسیم بر تعداد طبقات، تعداد طبقاتی که اینجا داریم 5 هست، از روی اون در واقع میتونیم عدد رو به دست بیاریم. حتی اینجا اجرا به صورت نان پایپلایندش 800 نمیشه به دلیل اینکه ناچاریم دو تا طبقات و دو تا 100 ثانیه، دو تا طبقه که مربوط رجیستر بود رو دو تا 100 ثانیه 100 پیکو ثانیه بهشون اضافه کنیم، در نتیجه در واقع 1000 هست، 1000 تقسیم بر تعداد طبقات که 1000 تقسیم بر 5 میشه 200. این ببینید با فرض این هست که طبقات بالانس باشن، توازن بینشون وجود داشته باشه، یعنی همه طبقات همون تی سایکل تا تی سی تا طول بکشن، دقیقا یعنی توی این شکل تو بدم شکل بال شکل قبلی دقیقا، یعنی تو بالایی اگر نگاه بکنید اینا پشت سر هم اجرا شدن هیچی چون نان پایپلاین مشکلی نیست، اما اینجا وقتی حالت پایپلاینش رو میخوایم نگاه کنیم همه طبقات باید به اندازه هم طول بکشن، در نتیجه این دو تا طبقه که واقعا 100 تا احتیاج داشتن ناچارن 200 تا طول بکشن، در نتیجه عدد فرق میکنه. من فکر میکنم با این فرمول راحت تر کنار بیاد، خیلی بیشتر هم استفاده میشه تا اون فرمولی که کتاب بود، در حالتش یکیه واقعا، فقط از یه جهت دیگه دو گفته. اینجا چیزی که گفته شده زمان بین اینستراکشن ها هست، یعنی زمان شروع اینستراکشن بعدی. ما اینجا سعی کردیم اسپید آپ رو حساب بکنیم. خب یه نکته دیگه هم هست، بذارید برگردم دوباره روی همون شکل، لیتنسی اجرای دستورات رو هم نگاه کنیم. ببینید ما چند تا ملاک داریم برای مقایسه پرفورمنس، برای مقایسه کارایی پردازنده ها. یکی فرکانس کلاکشون میتونه باشه، یکی اینکه در هر کلاک چند تا دستور رو اجرا میکنن، یکی اینکه چه مدت طول میکشه که یک دستور رو خاتمه بدن، یعنی این دستور الان اینجا شروع میشه، خب برای اینکه خاتمه پیدا کنه 800 پیکوثانیه طول میکشه، اینو بهش میگیم لیتنسی اجرای دستور، تاخیر اجرای دستور. پس در حالت غیر پایپلاین 800 پیکوثانیه طول میکشه، اما تو پایپلاین ببینید چقدر طول میکشه، همون دستور لود ورد اولیه هست دیگه، اینجا 200 تا اینجا 200 تا اینجا 5 تا 200 تا رو هم دیگه 1000 پیکوثانیه طول میکشه. معنیش چیه؟ معنیش این است که توی پایپلاین ما در واقع یه هزینه‌ای داریم پرداخت می‌کنیم. همون داستان همیشگیه. ما تو معماری کامپیوتر تقریبا همه جا داد و ستده. یه چیزی به دست میاریم، یه چیزی پرداخت می‌کنیم. چی به دست آوردیم؟ اسپید آپ، یعنی یا در واقع تعداد اینستراکشن هایی که در واحد زمان میتونیم اجرا بکنیم رفته بالا. ولی چی از دست دادیم؟ تأخیر زیاد شده. تأخیر قبلا 800 تا بود، الان شده 1000 تا. پس به این نکته باید توجه بکنید، یعنی دستورهای ما بیشتر طول میکشه که تمام بشوند، ولی چون تعداد بیشتری دستور داریم در واحد زمان اجرا میکنیم ناراحت نیستیم. خیلی خوب، ما اینستراکشن ستی که برای میکس معرفی کردیم چند تا مزیت داره که تو اینجا خلاصه کرده، جلسه گذشته من راجع بهش صحبت کرده بودم، اما تعداد بیت ها توی تمام اینستراکشن هامون توی پرزنده میپ ثابته، 32 بیته. این خودش امتیازیه چون به ما کمک میکنه که توی قسمت اینستراکشن فچ در یک کلاک کار فچ کردن و بعدش هم توی قسمت دیکود کار دیکود کردن رو سریع انجام میده. اگر یه پرزنده خیلی پیچیده تر مثل x86 که توی دسکتاپ هامون این روزا استفاده میکنیم داشته باشیم، این شرط در موردش صادق نیست. شما ناشاید بایت های مختلفی رو بخونید، یعنی همه دستور طولشون یکسان نیست، پیچیدگی زیادی هم دارن، در نتیجه این امکان در موردشون وجود نداره. میپس از این جهت امتیاز بزرگی داره، مناسب هست برای اجرای به صورت خط لوله. اما حالا که میخوایم خط لوله دستورالعمل داشته باشیم، متاسفانه با یک سری مشکل مواجه خواهیم شد، مخاطرات یا هازارد ها. در خط لوله
دستورالعمل. توجه بکنید مخصوصا می‌نویسم خط لوله دستورالعمل، در اینکه خط لوله اریتماتیک یعنی محاسباتی خیلی از این مشکلات رو میتونه نداشته باشه. خود خط لوله اریتماتیک هم میتونه انواع مختلف داشته باشه، استاتیک داره، داینامیک داره، لینیر، نان لینیر. ما اصلا وارد اونها نمیشیم، اونها توی معماری پیشرفته مطرح میشه. اینجا ما خط لوله دستورالعمل برای پرزنده میپس رو می‌خوایم مطالعه کنیم. سه نوع مخاطره وجود داره اصولا تو همه خط لوله های دستورالعمل، تو همه پرزنده ها پیش میاد. یکی ساختاریه یا استراکچرال، یکی داده‌ای یا دیتا، یکی هم کنترلی. حالا میخوایم ببینیم که هر کدوم از اینها چی هستن و چقدر برای ما دردسر ایجاد میکنن. اولی ساختاری مربوط به زمانی هست که شما چون دارید دستورات رو هم پوشان اجرا میکنید، احتیاج به منابعی داشته باشید که با همدیگه دچار تناقض بشن. مثلا چی؟ نمونه سادهش دقیقا مموری هست که اینجا دارید. شما یه اینستراکشن مموری دارید اینجا، یه دیتا مموری. فرض بکنید که اینو نداشتین، یعنی یه دونه مموری داشتین. اگر یک مموری داشتین، زمانی که این دستورات دارن هم پوشان اجرا میشن، یکی از دستورات میرسید به قسمت دیتا، میخواست دیتایی رو بخونه، ولی یه دستور دیگه میخواست همون زمان فچ بشه. خب اگر این دوتا مموری یکی بودن، نمیشد همزمان انجام بشه این کار، یکیشون ناچار بود معطل دیگری بشه. این رو بهش میگیم هازارد استراکچرال، هازارد ساختاری. در این حالت ناچارید که متوقف بکنید کار. در مورد داده ای هم بذارید برسه سر مثالش، سر خود مثالش توضیح بدم. در مورد استراکچرال هازارد گفتم یک منبع میتونه اینجا حالت اشتراک داشته باشه و با هم دیگه دچار تناقض بشن. مثال خوبش هم دقیقا همون مموری هست توی پایپلاینی که اینجا داریم. حالا وقتی که این دوتا با هم دیگه دچار مشکل بشن، میگیم که یه پایپلاین بابل، یک حباب رخ میده. در واقع ما ناچاریم پایپلاین رو متوقف بکنیم. حالا یعنی چی پایپلاین رو متوقف بکنیم؟ یعنی این که یه دستور که میخواسته اجرا بشه، یعنی ما الان اینجا بدون حباب پایپلاین رو اجرا کردیم. اگر فرض کنید هر کدوم از این خطها مربوط به یکی از دستورات هست، یعنی دستور اول داشته اجرا می‌شده، بعد دستور دوم، دستور سوم. اگر که بعضی از این طبقات با هم دیگه دچار هازارد استراکچرال باشن، یعنی اینکه مثلا طبقه 3 با طبقه 1 نمیتونه همزمان اجرا بشه، در نتیجه در اون حالت ناچار خواهیم بود که این طبقه رو متوقف بکنیم، یعنی نمیتونیم این اینستراکشن رو وارد بکنیم، ناچاریم صبر بکنیم که اون 3 تمام بشود. در نتیجه اینجا انگار که یه دونه حباب رخ داده دیگه، پایپلاین اینجا نتونسته پر بشه. اینو بهش میگیم بابل یا حباب. اسم دیگه‌اش استال هست، پایپلاین استال، توقف پایپلاین، خط لوله متوقف میشه. حالت دوم هازارد داده‌ای هست. هازارد داده‌ای حالت خیلی ساده ای برای کشف کردنش میتونه داشته باشه. شما یه دستور اد فرض بکنید دارید که قرار یه نتیجه تولید بکنه، دستور بعدی کافیست بخواد از اون نتیجه استفاده بکنه. در این حالت رابطه پیش نیازی پس نیازی وجود داره. دستور اول قرار داده رو تولید بکنه که دستور دوم قرار ازش استفاده بکنه. پس اولیه پیش نیاز دومیه هست. حالا چرا اینجا دچار مشکل میشیم؟ برای اینکه بفهمیم چرا دچار مشکل میشیم، باید اجرا روی توی خط لولمون رو دنبال بکنیم. دستور اول رو در نظر بگیرید. دستور اول داره میگه که رجیستر T1 رو با رجیستر T0 جمع بکن، نتیجه رو بریز توی رجیستر S0. این اگه بخوام به صورت پایپلاین نشون بدیم، یعنی ببینیم در زمانهای مختلف چطوری چه اتفاقی تو پایپلاین میفته، اینطوریه. در 200 پیکوثانیه اول اینستراکشن فچ، بعد دیکود، اکزیکیوت، مموری و رایت بک. توجه میکنید که واقعا ما دسترسی به مموری لازم نداریم، ولی پایپلاینمون 5 طبقه است که ناچاریم این زمان رو صرف بکنیم. خیلی خوب، پس این قراره که به این شکل اجرا باشه. S0 کجا مقدارش تعیین میشه؟ در چه زمانی توی این شکل؟ نتیجه S0 کجا آماده شده؟ توی 200 یا 400 یا 600 یا 800 یا 1000؟
توی 600 آماده شده، درسته؟ خیلی خوب، ولی هنوز تو رجیستر نوشته نشده، درسته؟ کی تو رجیستر نوشته میشه؟ در زمان 1000. خیلی خوب، قبول تا اینجا. پس تو زمان 1000 مقدارش نوشته خواهد شد. دستور بعدی این هم میخواد اجرا بشه، قرار از S0 بخونه، T0 رو هم بخونه، این دوتا رو از هم کم بکنه، نتیجه برسه تو T2. خب خواندن از رجیستر توی کدوم استیج انجام میشد؟ توی شکلمون تو ID، درسته؟ اینجا فش بود، توی اینجا قرار بود که دسترسی به رجیستر فایل انجام بشه، تو ID پس قراره که خوانده بشه. پس اگر میخواستیم این رو بلا فاصله پشت سر این بذاریم، یعنی این شکل رو بیاید اینجا تکرار بکنید، اینجا میشد IF instruction fetch، اینجا میشد instruction decode، درسته؟ پس دستور subtract در این زمان انتظار داشت که دیتاش آماده باشه، یعنی S0 رو داشته باشه، اما S0 قراره تو لحظه 1000 نوشته بشه، پس این امکان پذیر نیست، درسته؟ اینجاست که میگیم دیتا هازارد رخ داده، یعنی دیتایی که ما میخوایم دیرتر از اون زمانی که لازم داریمش آماده خواهد شد. قبوله؟ به همین دلیل ناچاریم که اینجا حباب ایجاد بکنیم، یعنی اینستراکشن رو نمیتونیم، اینستراکشن سابترکت رو، اینستراکشن دوم رو نمیتونیم اینجا شروع کنیم اجرا کردن، حتی تو کلاک بعدی هم نمیتونیم اجرا کنیم، چون اینستراکشن دیکودش میاد اینجا، در حالی که آماده شدن رجیستر ما هنوز اینجاست. پس ناچاریم بیاریمش اینجا اجراش کنیم، در این زمان فچ بشه، تو اینجا دیکود بخواد بشه که توی اینجا دیگه عملیات رایت انجام شد. ترجمه کنید، رایت رو توی نیمه اول کلاک انجام دادیم، خوندن رو توی نیمه دوم کلاک، پس این دوتا دیگه مشکلی نخواهند داشت. توی اینجا در واقع، یعنی در واقع بگیم توی زمان 900 دیتا S0 آماده میشه، در همون زمان هم خوانده میشه، در نتیجه از اینجا به بعد مشکلی نیست. اما دوتا حباب توی خط لولامون ایجاد کردیم، خط لولامون از این حالت ایدئال کاملا خارج شد. مشکلی نیست اینجا؟ اینجا یه مقداری کمک شده بهمون، نه اشتباه دیگه که نباید رخ بده، اینجا در واقع کمک شده، با این کار کمک کردیم که این دوتا با هم انجام بشه، ولی ناچار بودیم یه حباب دیگه هم اینجا بذاریم از کلاک بعدی اجرا. سوال داشتم نه کنترل یونیت باید تشخیص بده. خب ساده ساده نیست، ولی خب غیر ممکن نیست. این کنترل یونیت اطلاعات کافی داره. از کجا میتونه بفهمه؟ از اینجا میتونه بفهمه که میدونه دستور اول، میدونه دیگه دستور اول بعد از اینکه دستور اول دیکود شد، میدونه که قراره به چه رجیسترهایی دسترسی پیدا کنه. خب در نتیجه دستور بعدی هم که خونده شد، حالا میدونه که این قراره به چه رجیسترهایی دسترسی پیدا کنه. پس اگر این دو تا با هم دیگه در تناقض قرار گرفت، یعنی اولی دیتایی می‌خواست تولید کنه که دومی می‌خواست مصرف بکنه، دومی متوقف می‌کنه. بله، یعنی فش باید انجام بشه، بعدش کنترل یونیت میتونه تشخیص بده که این وسط باید حباب ایجاد شه. بله. نه، این الان چیزی هست که تو سخت افزار اتفاق میفته. دقیقاً اینجاست که پایپلاینمون ناچاره که حباب ایجاد بکنه، این کار سخت افزاره. یه نکته، یه راه اینه که کامپایلر این کارو بکنه. اتفاقاً میپس که گفتیم without interlocking pipeline stages، اسم میپس اصلا از اینجا اومده، سعی میکنه که قسمت زیادی، یعنی پیشنهادش اصلا همین هست که اینجور کارا بنداز گردن کامپایلر. بله، شما میتونید و باید بهترین حالت رو میتونید از با کمک کامپایلر به دست بیارید که اون این موارد رو رعایت کرده باشه، ولی اگه رعایت نکرد هم نباید دیگه سیستم شما کلا از کار بیفته دیگه. در نتیجه ناچارید اینا رو چک کنید. سوال بعدیم همین بود که چی کار میشه کرد. الان ما اینجا چیکار کردیم؟ دو تا بابل اینجا ایجاد کردیم، دو تا حباب که مشکل رو برطرف کنیم. خب راه حلتون چیه؟ کجا ماکس بذاریم؟ خب مرحله بعدی قرار نیاز داشته باشه، این جوابی که حاضر شده، جوابی که برگردونی دیگه، یعنی جواب اینجا برگردونی؟ نه، جواب بعد اگزیکیوت بعدی جواب برگردونی. دقیقا، راه حل همینه، اینو بهش میگن فورواردینگ یا بایپاسینگ، اینترنال فورواردینگ.
چرا اینترنال؟ به خاطر اینکه داخل خط لوله داره اتفاق میفته. فورواردینگ یا بایپاسینگ برای چی؟ برای اینکه میگه که اینجا ببین اتفاقی که افتاده اینه، ما S0 رو میخوایم اینجا تولیدش میکنیم، توی دستور بعدی توی ورودی ALU احتیاجش داریم، درسته؟ پس اگر اینجا بتونیم یه کلکی بزنیم، دیتایی که اینجا تو این کلاک آماده کردیم تو کلاک بعدی بلافاصله به خود ورودی برش گردونیم، به ورودی ALU برگردونیم، مشکل حل شده دیگه. دقیقاً این راه حلیه که بهش میگن اینترنال فوروردینگ. اینجور هازاردها، دیتا هازاردها رو میشه به این ترتیب برطرف کرد. حالا لزوما تو همه پایپلاین‌ها نمیشه کاملا بابل رو برطرف کرد، بستگی به این داره که کجا ناچارید، از کجا ناچارید فورواردینگ انجام بدید. توی این مثال میشه دستور اول S0 رو میخواد تولید بکنه، دستور دوم S0 رو میخواد مصرف کنه، IF ID X MEM WRITE BACK. این همین برای دومی. دومی توی کلاکی بعد از زمانی که S0 محاسبه میشه، توجه کنید ما S0 رو دیگه زودتر از این که نمیتونیم استفاده کنیم، اینجا یعنی زمان 600 تازه آماده میشه. میگه که اصلا لازم نیست شما تا زمان 1000 سب بکنید که این بره تو رجیسترش نوشته بشه، همین وسط بایپس کن بقیه قسمت ها رو، دیتا ها رو اون کار تو ادامه بده، اون رو متوقف نکن اون جای خود، اما دیتا رو چون من لازم دارم برای دستور بعدی بهم بده که کارم را بیفته دیگه. این وسط دیتا رو برمی‌داره برای دستور بعدی هم استفاده میکنه، پس اون دو تا حبابی که اونجا داشتیم از بین میره. روشنه؟ خب از همون جای قبلی دیگه، ما میدونستیم بعد از instruction decode اینجا دیتایی که میخواست، دیتای S0 قرار توسط این تولید بشه. توی ID اینجا هم میتونه بفهمه در واقع که دستور بعدی که مورد دستوری که داره اینجا استفاده میکنه، دیتاش توسط دستور قبلی قرار تولید بشه. توی قسمت instruction decodeش باید اینجا تشخیص بده، چون instruction decode نتیجهش این انتها ثبت میشه، ولی در حین instruction decode در واقع میفهمه که رجیستری که میخواد استفاده بکنه الان داره توی ALU محاسبه میشه، پس همونجا میاد در واقع توی کلاک بعدیش، یعنی جایی که میخواد ALU بعدی، ALU محاسبه بعدی رو انجام بده، میگه که اون دیتایی که فوروارد شده رو استفاده کن، دیتایی که از این طبقه از رجیستر فایل میومد رو استفاده نکن. ببین تو جلوتر تو جلسه آینده فکر میکنم برسیم راجع به پیاده سازیش داریم، ولی خب سوال هم هزینه سرمزش خیلی بالا میره، چون 32 تا میخوام چک بکنه که فقط کافیه که سورس و دستینیشن این دوتا اینستراکشن رو با هم مقایسه کنه. این اینستراکشن یه دونه دستینیشن بیشتر نداره، این اینستراکشن هم دوتا سورس بیشتر نداره. خب از دوتا قبلیش بخواد برداره، اون وقت دو تا قبلش هم بخواد برداره میشه، دو تا دستینیشن با دو تا سورس اینجا، سه تا قبلش باشه تعداد میتونه بیشتر بشه، ولی به هر حال تعداد طبقات پایپلاین شما محدوده. یعنی شما در بدترین حالت شما چند تا دستور قبل از این میتونید داشته باشین؟ دو تا دستور قبل از این، یعنی یه دستور دیگه میتونه اکزیکیوتش اینجا باشه، یکی دیگه هم اکزیکیوتش اینجا، مثلا این اکزیکیوت اینجاست دیگه، مموری و رایت بکش اینجا انجام داده، پس اون آخری نه، این دو تا دستور رو بله باید چک بکنید. نه نه دقیقاً نکته اینه، ببینید کاملا بستگی به این داره که چند طبقه پایپلاین داری. یعنی حالا مثال بعدیمون هم حالا میخواد حالتی رو نشون بده که باز حتی فورواردینگ هم کمکمون نمیکنه که همه بابل ها رو حذف بکنه. خواهیم دید که تعداد طبقات وقتی زیاد میشه، یعنی همینجا دیده میشه، تعداد طبقات وقتی زیاد میشه احتمال اینکه ناچار باشیم از این حباب ها اضافه بکنیم بیشتر و بیشتر میشه. درنچه نه، کاملا بستگی به این داره که این طبقات پایپلاینتون چی باشه. همه کامپیوتر امروزی هم به این 5 تا تقسیم نمیشه، این یه حالت تیپیکاله، داریم در حد 15 20 تا طبقه پایپلاین هم داریم، بله واسه اونا خیلی سخت میشه 100%. سوال؟ خب این مثال رو هم ببینیم. این یکی این همون مشکله، منتها برای دستور لوده،
دستگاه قبلی اون از نوع رجیستر اکسس بودن، در نتیجه نتیجه‌مون رو بعد از قسمت اکزیکیوت بعد از ALU فراهم میکردن، اما دستور لود متاسفانه دیرتر نتیجه رو فراهم میکنه. ما اینجا قرار نتیجه رو تو S0 بنویسیم و بعد همون سابترکت قبلیمون رو انجام بدیم. خب منتها این بعد از مموری بیاد نتیجهش، در نتیجه اگر بخوایم اجرا بکنیم در زمان 800 تازه فراهم میشه. حتی اگر نخوایم تا 1000 ساب بکنیم، ناچاریم تا 800 ساب بکنیم. در نتیجه اگر اینو می‌خواستیم تو کلاک قبلی انجام بدیم، این IF میمد اینجا، ID میمد اینجا، اکزیکیوت میمد اینجا. خب اکزیکیوت قبل از اینکه اصلا اون دیتا فراهم بشود می‌خواست استفاده کنه، در نتیجه اینجا حتی فوروردینگ هم نمیتونست کمک کنه. با فوروردینگ فقط میتونیم دیگه تو زمان که نمیتونیم عقب برگردیم، که فقط میتونیم در همون زمان استفادهش بکنیم. پس ناچاریم هنوز یه دونه حباب اضافه بکنیم. این دقیقا کاری هست که یک کامپایلر میتونه براتون انجام بده. غیر از کامپایلر البته یک کار دیگه میشه کرد. نمیدونم آشنایی دارید با اجرای خارج از ترتیب سوپر اسکیلر. حتما شنیدین از پرزنده پنتیوم به بعد به خصوص خیلی مطرح شد. اجرای خارج از ترتیب یعنی کامپیوترتون خود پردازنده کنترل یونیت چندین دستور رو در نظر میگیره، اگر بتونه یه دستور بعدی رو میاره میذاره اینجا. مثلا اون دستور بعد رابطه پیش نیازی پس نیازی با هیچ کدوم این دستورا نداشته باشه دیگه. بله اگه بتونه میاره. اینو بهش میگن در واقع این یه کلک سخت افزاریه که میاد خودش دستورات رو جابجا میکنه. اگر اونو نداشته باشیم تنها کسی که میتونه کمک کنه کامپایلر. کامپایلر منتها باید از ساختار پایپلاینتون خبر داشته باشه، بیاد بگه که خب به جایی که اینجا یه بابل ایجاد بکنی یه دستور بذار اینجا. مثلا همونطور که تو این مثال میبینید بسته به اینکه طبقات پایپلاینمون چی باشن، کجا چی تولید بشه، کجا مصرف بشه، فورواردینگ میتونه بعضی رو حل بکنه، بعضی رو ممکنه حل نکنه یا تعداد به هر حال بابلش فقط کم بشه. اینم از دیتا هازارد. یه مثال واسه اینکه ببینیم دقیقاً راه حلی که پیشنهاد می‌کنه که یعنی از اون بابله یه استفاده خوب انجام بدیم میتونه اینجا باشه. می‌خوام این کد رو تبدیل بکنیم به دستورهای اسمبلی. A مساوی B به علاوه C مساوی B به علاوه F. دیتا هامون رو توی حافظه به این شکل قرار دادیم، یعنی رجیستر تی 0 پایمون هست، تی 0 به علاوه 0 قرار است که یکی از متغیرها باشه که قراره بریم تو تی 1، تی 0 به علاوه 4 متغیر بعدی قراره بیاد توی تی 2 و بعد تی 2 قراره که استفاده بشه. یعنی این الان میشه فرض بفرمایید، حالا نمیدونم این یا ایه یا بیه، تی 2 اجازه بدید اینجا تی 4 رو بعد لود میکنه که با تی 1 جمعش میکنه. خب تی 1 پس بیه، این متغیر بی هست، این متغیر ای هست. خب حالا این دوتا رو قراره با هم دیگه جمع کنه، تی 1 و تی 2. منتها اینجا توجه میکنید که دوتا دستور پشت سر هم که دستور اول لود هست رابطه پیش نیازی پس نیازی با هم دارن. دقیقا مثال اسلاید قبلیمونه. پس این دوتا ناچاریم یه بابل این وسط اضافه بکنیم. این همین کار برای پایینی هم داره رخ میده. پایینی هم داره حالا میاد لود میکنه تی 0 به علاوه 8 رو که این دفعه میشه F و این رو قراره دوباره با تی 1 که همون بیمون بود جمع بکنه دیگه، چون بی به علاوه F رو میخوایم حساب بکنیم دیگه، و نتیجه رو تو تی 5 نگهداری میکنه، بعدش هم استورش میکنه توی نتیجه آخری که C هست. بازم اینجا رابطه پیش نیازی پس نیازی تو دو تا دستور پشت سر هم دیده میشه. در نتیجه اگه اینو بخوام تعداد کلاکاشو بشماریم 13 تا خواهد شد. این 13 تا برای چیه؟ دستور اول چند کلاک طول میکشه؟ پایپلاینمون رو چطوری حساب میکردیم اینجا؟ دستور اول تعداد طبقات پایپلاین. پس اینجا 5 تا. ولی از اون به بعد هر کدوم فقط یکی. پس 5 بعد 6 منتها بین این دوتا یه پایپ یه دونه حباب لازمه، پس یه دونه 7 این وسط، بعد 8 9 10 بین این دوتا یه دونه حباب، 11 12 و 13 کل این 13 کلاک طول میکشه که پایپلاینمون که اجرا شه. اما میتونیم همین دستورات رو یکم جابجا بکنیم، یعنی این رابطه پیش نیازی پس نیازی رو یه دونه دستور وسطش بندازیم تا از اون حبابه
راحت بشیم. یعنی این کار رو اگر کامپایلر انجام بده میتونیم تعداد سیکل کمتری داشته باشیم. اینجایی که تی دو لود شده بود بعد میخواست اد بشه، این لود و اد یه دستور میندازیم وسطش. کدوم دستور؟ یه دستوری که از پایین بعد برداریم، دستوری که با اینا رابطه نداشته باشه. خب پس دستور لودی که اینجا داشتیم رو میاریم میذاریم اینجا و مشکل حل میشه. این اد اومده اینجا، این استور اومده اینجا، این ادم که سر جاشه، این استور هم سر جاشه. پس اینجا دیگه حباب نخواهیم داشت، سرجم چه 11 سیک. دستور اول 5 سیک، بعدش هم 1 2 3 4 5 6 تا 5 و 6 11 سیکل کلش طول میکشه. مشکلی نیست. آسون که روی رجیسترهای سورس و دستینیشنمون دیگه، مقایسه کردن سورس و دستینیشن. مثلا یه جامپی باشه که مثلا پی سی رو عوض کنه، بعد اصلا چیز نباشه، قابل مشاهده نباشه، مثلا که تی 4 در اون حالت سخت میشه. کاری که کامپایلر رو انجام میده این است که روی یه چیزی به اسم بیسیک بلاک کار میکنن. شما هر دستوری که هر در کل برنامه‌های اسمبلیتون اگه در نظر بگیرید، یه سری دستور پشت سر هم دارین که جامپ نداره. هر مجموعه‌ای که اینطوری باشن، یعنی اینکه هیچ جامپی نه تو خودشون داشته باشن نه جامپی به وسطشون وجود داشته باشه، بهش میگن یه دونه بیسیک بلاک. بیسیک بلاک ها تو این بیسیک بلاک ها معمولا این کار انجام میشه. بله بین بیسیک بلاک ها سخته، بخاطر اینکه نمیدونیم جامپ انجام میشه نمیشه، به خصوص اگه جامپ کاندیشنال باشه. سوال؟ خب پس اینم هازارد نوع دوم داده ای که دیدیم میشه با روش‌های کامپایلری حلش کرد. روش سخت افزاری یا همون آوت آف اوردر اکزیکیوشن هم همینه، منتها این کار رو به جایی که کامپایلر انجام بده سخت افزار انجام میده. چند تا دستور جلوتر رو هم خونده، میفهمه که دستور لود رابطه پیش نیازی پس نیازی با دستور قبلی نداره، پس میاد اینجا اجراش میکنه. استور ورد این با تی 3 رابطه داره که اینجا قرار تولید بشه و این رابطه پیش نیازی پس نیازی، این ترتیب اینا حفظ شده. اد استور، اد استور، اینجا هم همینطور. اد اینجا تی 5 و استورش اینجاست، اد استور اینم، اد استورش سر جاش، هیچ مشکلی پیش نیاد، نباید اون به هم بخوره. این لودی که، یعنی دلیلی که تونستیم این لودو بیاریم بالا این بوده که این لود مربوط به مقدار F بوده که این F هیچ ربطی به محاسبات قبلی اون، یعنی B و E و A نداره، چون مستقل از اون بوده تونستیم بیاریمش بالا. بریم سراغ رده سوم که مخاطرات کنترلیه. مخاطرات کنترلی یکی از سخت‌ترین مخاطراتن. ساختاری رو میشه با اضافه کردن سخت افزار حل کرد. این همونطور که دیدیم دو تا مموری گذاشتیم اینجا، اینستراکشن و دیتا، مشکل ارتباط همزمانی این دو تا حل شد تو ساختاری. مشکل داده‌ای رو با اینترنال فورواردینگ و جابجا کردن دستورات میشه تا حدی برطرف کرد. مخاطرات کنترلی خیلی سخت‌ترن. مخاطرات کنترلی زمانی رخ میده که شما دستوراتی دارید، دستورای برانچ یا جامپ کاندیشنال، حتی غیر کاندیشنال هم یه جایی میتونه مشکل ایجاد بکنه، ولی کاندیشنال ها سخت ترین حالته. یعنی شما یه دستور دارید که میگه برانچ آن ایکوال به یه آدرسی. خب در نتیجه این دستور که من دارم اجرا میکنم تا به انتهای این دستور نرسم نمیفهمم دستور بعدیم چیه، چون این کاملا بستگی به نتیجه این برانچ داره. پس ناچارم اینو تا انتهاش حتی امکان ثبت بکنم، و به خصوص اینکه این نتیجهش میتونه در طی زمان عوض بشه. یعنی اگر که برانچ هامون همیشه قابل پیش بینی بودن، یعنی گفتم یه دستور برانچ که اینجا دارم همیشه تیکن هست، تیکن زمانی است که برانچ رخ بدهد، اینو میگیم تیکن، نات تیکن این زمانی که رخ ندهد. اگر میدونستم همیشه تیکن هست یا همیشه نات تیکن باز کار ساده بود، ولی معمولا اینطوری نیست، رفتار دینامیکی از خودشون نشون میدن. توی یه مثال دنبالش بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی میفته. یه دستور اد داریم، رجیستر 5 و 6 رو با هم جمع می‌کنه تو 4 می‌نویسه. یه دستور بی کیو داریم، برانچ ایکوال، که رجیسترهای 1 و 2 رو مقایسه می‌کنه، بعد میگه با آدرس، اگر که این دو تا با هم دیگه برابر بودن، با آدرس 40 بپر. خیلی خوب، دستور اولی که اجرا میشه 5 طبقه‌اش هیچی، دستور دوم شروع می‌کنه اجرا شدن. منتها نتیجه این بی کیو کی آماده میشه، در کدوم زمان؟
ما R1 و R2 رجیسترهای 1 و 2 رو توی این قسمت میخونیم. خب بعد مقایسهشون رو توی ALU انجام میدیم، درسته؟ مقایسهشون توی ALU انجام میشه، در نتیجه بعد از ALU که اون کنترل 0 که اینجا داشتیم آماده میشه، یعنی این دوتا با هم مقایسه میشن، 0 اینجا تازه فعال میشه، آماده میشه. پس در واقع اولین زمانی که نتیجه برامون حاضر هست میتونه مشخص باشه در این زمانه، در زمان 800 هست، در واقع قبل از 800، قبل از 800 آماده میشه. به همین دلیل دستور بعدیمون نمیتونه بلافاصله اینجا اجرا شروع بشه، یعنی فچش رو اگه بذاریم اینجا نمیدونیم از کجا فچ بکنیم، اصلا مشکلمون همینه، نمیدونیم از کجا فچ بکنیم، بنابراین ناچاریم اینجا یه هواب ایجاد بکنیم و حالا توی اینجا ALU وقتی نتیجهش آماده شد بهمون میتونه بگه که بریم دیتا رو، بریم دستور بعدی رو از کجا برداریم، در نتیجه اینستراکشن فچ میتونه حالا همزمان با این انجام بشه. پس یه دونه حباب اینجا ناچار شدیم اضافه بکنیم. خب حالا راه حل توی اینجا چیه؟ توی اینجا میبینید ولی به اون نگاه نکنید، برم صفحه قبلی. راه حل چیه؟ پریدیکشن. اون تو پریدیکشن یعنی چی؟ یعنی من چطوری چه کمکی بهم میکنه؟ کجا یا چه جور پریدیکشن هایی میتونید پیشنهاد بکنید؟ من چطوری؟ ببینید مشکلی که دارم توی هازاردهای کنترلی این است که نمیدونم دستور بعدیم کجاست. ما معمولا دستوراتمون یکی از این دو حالت هم هست، خوشبختانه ما مثلا دستورات مالتی وی برانچ نداریم. ما دستوراتمون اینطوریه که میگه برانچ آن ایکوال، پس یا دستور بعدی رو بعد از این فچ بکنم یا دستوری که تارگت اون برانچمون هست. بذارید چند تا بنویسم شاید. هر دوتا خوب ما یه سری دستور داریم محاسباتی انجام میدن، بعد میرسیم به BEQ. خب BEQ یه چیزی مثلا یه آدرسی، آدرس 50 فرض کنیم که 50 اینجا باشه. خب پس ما وقتی که رسیدیم به این دستور یکی از این دو حالت رو خواهیم داشت، یا باید دستور بعدی رو اجرا بکنیم یعنی اینجا، یا تارگت، یکی از این دوتاست. به این میگیم تو وی برانچ عملا، یعنی یا شما دستور بعدی رو لود کنید یا تارگتتون رو. بعضی دستورها دیگه از این میتونن ساده تر باشن، مثلا میگیم جامپ به 50. جامپ به 50 خوشبختانه دیگه اصلا دو حالت نداره، جامپ به 50 حتما قرار است که شما به اینجا بپرید، پرش بکنید. اما نکتهش این است که این جامپ به 50 هم تا ما دیکودش نکنیم نمیتونیم بفهمیم که آدرسش کجاست، آدرسی که داره تعیین میکنه. یعنی اگه به جای این BQ یه جامپ گذاشته بودیم بعد از اینکه فچ انجام شد، چرا بعد توی این سر فچ در واقع ما آدرس رو میتونیم داشته باشیم، یعنی دیگه احتیاجی به دسترسی به رجیسترها نیست. در اون حالت ساده هست، شما احتیاج به بابل نداریم، میتونید دستور بعدی رو از روی این به دست بیارید. پس این حالت ساده ای هست، ما با این معمولا مشکل نداریم. مشکل اصلی توی برانچ های کاندیشنال هست. این الان کاندیشناله دیگه، میگه به شرط ایکوال بودن. خیلی خوب، حالا که نمیدونم دستور بعدیم کجاست میتونم پردیکت کنم دیگه، پیش بینی کنم. حالا پیش بینی ها میتونه چی باشه؟ این نکته ای که میگن این است که دوتاشون رو برداریم. حالا این پردیکت نیست دیگه، این در واقع بهش میگن، این بهش میگن اجرای حدسی، اسپیکولتیو اکزیکیوشن. دقیقاً این تکنیک وجود داره، منتها خب هزینه‌اش زیاده. چرا؟ چون شما معمولاً این سیستم رو ساختید که یه اینستراکشن فچ بکنید. اگه می‌خواید دو تا رو فچ بکنید، خب پس اینو باید پیچیده بکنید. این قسمت فچتون بعد دو تا دستور بیاره. بعد مشکل دیگه هم این است که این دو تا دستور رو بعد اجرا بکنید با هم دیگه، بعدش هم یکیش به درتون می‌خوره. یعنی 100% 50%ش رو بندازید دور. کاری که اونجا انجام میشه این است که اینا رو میبرن جلو، ولی توی رجیستر یا مموری نتیجهش رو نمینویسن تا معلوم بشه که کدوم یکی واقعی هست. ضمن اینکه حالا تازه رفتی جلوتر دستور بعدی هم برانچ بود، حالا چیکار کنیم؟ تو اینجا خب اینجا الان یه فرضی کرده، یعنی دوباره یه فورواردینگ انجام داده، نتیجه که تو ALU محاسبه کرده که
ایکوال بودن رو تعیین کرده، بلافاصله اومده برای اینستراکشن فچش استفاده کرده، یعنی منتظر اون انتهاش هم نمونده. با این شرایط چرا؟ چون شما مقایسه رو میتونید در حین اینجا انجام بدید، بعد نه راست تو اینجا انجام نمیده، تو اینجا یعنی اینجا اگه میخواست انجام بده ناچار بود که طول کلاکش رو زیادتر بکنه، 200 تا کافی نبود چون 200 برای خود ALU لازم بود. کاری که انجام میده این است که بله توی گام قبلی، یعنی در واقع توی سخت افزاری که این بالا کشیدیم، توی اینجا یه چیزی اضافه میکنه که بدون نیاز به ALU اون مقایسه رو انجام بده. چرا میتونه این کارو بکنه؟ به دلیل اینکه میتونه اینجا رجیسترها رو بخونه و همینجا ازش استفاده بکنه. البته اینم میتونه مشکل ساز بشه به دلیل اینکه رجیستر خوندن هم توی نیمه دوم کلاک بعد انجام بشه. البته معمولا یعنی ما نیازی نداریم، یعنی توی اجرای عادیمون، تو اجرای عادیمون تو نیمه دوم کلاک اجراش میکنیم، ولی برای این قسمت نکست پی سی باید تو همون نیمه اول هم بخونیمش، ازش استفاده بکنیم که بتونیم تو کلاک بعدی اینستراکشن رو فچش رو تشخیص بدیم. بله تو ALU محاسبه نمیشه. این مشکلش اینجا میشه، گفتم بعد طول زمان اینجا اون وقت زیاد بشه، چون برای ALU که قبلا 200 تا گذاشته بودیم که این که کمتر از اون نیست، خب چون محاسبه رو قرار انجام بده پس 200 تا رو میخواد، حالا از اون زیروه هم اگر بخواد استفاده بکنه برای کنترل مالتیپل اکسل چیزی، اون 200 به علاوه یه زمانی میشه درش طول کلاک اون تحت تاثیر قرار میگیره، ناچار حتما توی اینستراکشن دیکودینگ کارو انجام بده. خب برگردیم سراغ سوالمون. سوال این بود که خیلی خب پریدیکشن چه چیزهایی چه حالتهایی میتونه داشته باشه؟ اجرای حدسی جای خود اون اصلا پریدیکشن نیست، قابل انجام هم هست، پیاده سازی هم شده. حدسی ها چیکار میشه کرد؟ توی پریدیکشن ها چیکار میشه کرد؟ حالت پیش‌فرض چی میتونه باشه یا چی خوبه به نظر تو؟ همیشه حالا از رو شرط نگیم بهتر نیست. چرا؟ چون شرط میتونه مثلا به جای بی کیو برانچ نات ایکوال باشه، یعنی ببین همیشه شرط برقراره، معمولا بر اساس پرش شدن یا نشدن، این تیکن یا نات تیکن بودن تعیین میکنن. منتها چیزی به نظرتون میرسه چه جور شرطهایی معمولا تیکنن چه جور شرطهایی معمولا نات تیکنن؟ به نظرتون فرق داره؟ بله دقیقاً فور یا لوپ های شبیه به این، لوپ های دیگه هم میتونه باشه. معمولا ما این انتهاشون یه دونه شرط داریم دیگه که این شرطه چک میکنه که من برگردم این لوپ رو انجام بدم. اینا مثلا یه لوپ داریم که میخواد 1000 بار انجام بشه، این شرطی که قراره چک بکنه از این 1000 بار 1000 بار، یعنی در واقع 1001 بار چک میشه، 1000 بارش تیکنه یعنی برمیگرده به بالا، یک بارش فقط نات تیکنه. پس 1000 تا تیکن یه دونه نات تیکن، حالا 1999 تا، چون مثلا این دفعه اول که میاد چه دیگه اولش هم بازی چک بعد انجام میشه. حالا یه بار تعداد بسیار زیادی، نکته اینه برای تعداد بسیار زیادی تیکن رخ میده، یک بار نات تیکن، پس معنیش این است که اینجور برانچ ها خوبه که به صورت استاتیک تیکن تلقی بشون. در نتیجه آدرس باید سریعا محاسبه بشه و بریم فچ رو از اون آدرس انجام بدیم. تو یه نکته هم هست توجه کنید، اینجور برانچ ها معمولا برانچ بکواردن، خب برانچ به آدرسی قبل از آدرس فعلیمون هستن. ما توی اینجا مثلا اینجا اومدیم شرط رو چک کردیم برگشتیم بالا. بعضی وقتا شرط هایی که معمولا تو if و else داریم اینا فوروارد هستن، یعنی اینجا ما یه شرط چک میکنیم، بعدش اگر که شرط برقرار بود یا نبود پرش به یه جایی بعد انجام میدیم. این بکوارده، این فوروارده. فورواردها لزومن، یعنی همون اون حرف که اینجا گفتیم راجع به اینا نمیشه زد، واقعا بستگی به این داره، بعضی وقتا بیشتر وقتا تیکنن، بعضی وقتا اغلب نات تیکنن. در نتیجه یه حالتی که خیلی وقت استفاده میشه این است که میگن بکواردا رو تیکن بگیرید، فورواردا رو نات تیکن. یه روش معمول هست، نه اینکه بگیم قانونه. خب
منتها همه این روش ها، حالا چیز دیگه باز به نظرتون میرسه، اینم دو تا روش، منتها این روش ها چی هن؟ استاتیک هن. یعنی شما همیشه از این بعد قانون میذارید، یعنی پردازنده تون میگید که بکوارد برانچ ها رو تیکن بگیر، فوروارد ها رو نات تیکن بگیر. اینا استاتیک هن. به صورت پویا به نظرتون، به صورت دینامیک هم میشه این کار انجام داد؟ اگه میشه چطوری؟ یعنی باید چیکار کنیم؟ یعنی باید یه مکانیزمی داشته باشیم که بیاد تمام برنچ هامون رو در نظر بگیره و برای هر کدومشون یه دونه هیستوری نگهداری بکنه. یعنی ما بدونیم هر برنچمون دفعات قبلی که اجرا شد تیکن بود یا نات تیکن. مثلا اگر دیدیم دفعات قبلی تیکن بود، احتمالاً دفعه بعدی هم تیکن خواهد بود. اگر نه، قبلا همش نات تیکن بود، احتمالاً دفعه بعدم نات تیکنه. این حالت ها رو بهش میگیم دینامیک یا پویا، یعنی در طی زمان عوض خیلی پیچیده‌اش میکنه، ولی به جاش ارزشش رو داره، به خصوص تو پایپلاین های عمیق. الان نگاه کنید ما یه پایپلاین 5 طبقه داریم، یعنی در بدترین حالت هم کل پایپلاین رو بخوایم خالی بکنیم 5 تا کلاک از دست میدیم. اما اگر تعداد طبقات پایپلاین زیاد باشه و شما هزینه زیاد، وقتی تعداد طبقات پایپلاینتون زیاد میشه، تمام اون بحث‌های فورواردینگ و چیزایی که امروز گفتیم همش پیچیدگی ایجاد میکنه، پس هزینه پیاده سازیش خیلی زیاده، پس اصلا دوست ندارید که حتی یک کلاک از دست بدید. در نتیجه تو اونجا برانچ پردیکشن خیلی کمک میکنه. سردرس تو معمولا به ازای هر برنچ واقعا این کار نمی کنه. از همون تکنیک هایی که تو کش داشتیم که چندین آدرس می اومد توی یه فضای محدودی نگهداری می شد، اینجا هم همون کار میکنن، چندین برنچ به یه خونه مپ می شن. سوالی نیست؟ یه حالت استاتیک اینه، یه حالت استاتیک ممکنه دیگه دقیقا، یعنی بعضی وقتا پردیکشنمون اشتباهه. در واقع اتفاقی که میفته این است که اینطوری میشه، ما اگر که درست پیش بینی کرده باشیم چیزی از دست نمیدیم، یعنی پایپلاینمون پر باقی میمونه، اما اگر اشتباه کرده باشیم اونا این اشتباه رو باید دیتکت بکنیم، یعنی در طی زمان، چون بالاخره این دستور داره اجرا میشه. وقتی که نتیجهش معلوم شد میفهمیم که دستورایی که فچ کرده بودیم قبلا مفید بودن یا نه، اگر مفید نبودن پاکشون میکنیم، یعنی در واقع قبل از اینکه نتیجهشون ثبت بشود از بین میبرنشون، در اون حالت یه بابل ایجاد میشه. حتی اگر البته مهم این است که این پردیکشنتون درصد زیادی از مواقع درست باشه دیگه، اگه 98 درصد مواقع درست باشه، 98 درصد مواقع هیچ تأخیری ندارید، 2 درصد مواقع یه بابل دارید، خب خیلی بهتر از این است که همیشه یه دونه بابل داشته باشید. دو تا برنچ پشت سر هم کار رو فقط پیچیده‌تر می‌کنه، ولی مکانیزم همینه. اگر حالت استاتیک گرفته باشین، حالت استاتیک اگر گرفته باشه، یعنی تو بالایی باشه، مثلا این برنچ باشه، اینم برنچ باشه، خب این برنچ رو هم باز پردیکت می‌کنید، هر چیزی که قبلا بوده میرید جلو. بالاخره یکی از این نتایج، یعنی ممکنه نکته‌تون اینه، ممکنه نتیجه اولی باعث بشه که چند تا دستور لازم باشه بیرون انداخته بشن، بله ممکنه رخ بده. توی این پایپلاین البته رخ نمیده فکر می‌کنم، نه، چون نتیجه این توی اینجا دیگه مشخص خواهد شد، قبل از اینجا در نتیجه فقط یه بابل رخ میده در حالت کلی، ولی میتونه بیشتر باشه. توی اون اینستراکشن دیکودش اگه یه هاردویر اضافه بذاریم فکر کنم میشه با یه دونه. چی نمیتونیم انجام بدیم؟ پاک کرد. بله. چرا دیگه؟ چون در واقع بابل ایجاد میکنید. یعنی شما فرض کنید اینجا به جای یه بابل دو تا بابل داشتین. یعنی اگر بالا دو تا دستور شروع کردین اجرا کردن، منتها قبل از اینکه نتیجه دستور رو ثبت بکنید، قبل از اینکه نتیجه دستور رو ثبت بکنید، باید تعیین تکلیفش رو انجام بدید. یعنی باید حتما مطمئن باشید بعد نتیجه رو ثبت کنه. تو در مورد برنچ ها ثبت کردن یعنی اینکه آیا واقعا برنچ انجام بشود یا نشود، پی سی مقدار نهایی بگیرد یا نگیرد. تو زمانی که برنچ بعدی رو شما فچ کردین، بله در واقع با حد زدید که باید از این آدرس بیارید، برنچ اووردید فعلا تا یه جاهایی بردینش جلو، ولی تثبیتش نکردید. اینو بهش میگن کامیت کردن، کامیتش نکردید. خب وقتی که نتیجه برنچ اولیه مشخص شد، تعیین میکنید که کامیت بشود یا نشود. سوال دیگه ای نیست؟
بسیار. جلسه حل تمرین امروز فراموش نشه در مورد